سلام خدمت شما دوستان نهایت عزیز و مهربان، باز هم شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از برنامه های آشپزی از چینل افغان لایف. امروز میخواییم که آشک درست بکنم، پس تا آخر بینتی برنامه خودتان باشین. موادی که ما ضرورت داریم، من 1 کیلو گوشت کوفته گرفتیم، همچنان 2 عدد پیاز، 4 عدد بادمجان عمری و 4 دندان سیر است و 1 گلاس دال نخود و روغن که بعدا باز استفاده میکنیم به خاطر قرمیش است. و همچنان ما اینجا 2 کیلو آرد است که من حدودا 1.5 کیلوش از ذره دارم و همچنان 1 کیلو گنده نگرفتیم که از قبل ما رو شستیم ریزه کردیم. همچنان 1 دسته گشنیز خورده است و 1 کیلو چک است که ضرورت است. حالا بخیر میریم طرف آماده کردنش. خب من آرد هیله کردم، داخل کاسه گرفتیم و مقدار 1.5 قاشق نمک مندازم و حدودا 4 قاشق غذاخوری روغن است. آهسته آهسته آب مندازیم، البته آب سرد. خمیره با آماده است دوستان، سختیش به می اندازه باشه درست است. اینه چند زغاله میکنیم، اما تو میمانم که استراحت بکنم. دوستان خمیره زغاله کردیم، حالا روشه میپوشانیم برای 15 دقیقه میمانیم که خمیر بفته استراحت بکنه. خب دوستان تا خمیر با آماده آور کردن میشه، ما روغن ماندیم سر و چاکاست، حالا با قرمیش درست میکنیم. پیاز سرخ شده آماده است و حالا بادمجان رومی را اضافه میکنیم. میخواییم که کوفته را کلوله کنیم و مقدار 1 قاشق نمک مندازیم. همچنان 1 قاشق تخم گشنیز و شما اگر دوست دارید میشه که داخلش مرچ سیاه یا مرچ سرخ هم اضافه کنیم، اما ما چون که تون نمیخوریم با خاطر اضافه نکردم. خب نمک هم روی تخم گشنیز ما مخلوط کردم و حالا آیسته آیسته از کوفتک های خرد ما درست میکنم به یه اندازه. دوستان ما دستکش به این خاطر نپوشیدم که درست کلوله نمیشد، با اون خاطر خواستم که بدون دستکشی رو کلوله بکنم. دوستا لاب آماده شده، حالا من 1 قاشق رو با اضافه میکنم. همچنان 1 قاشق چای خوری نمک اضافه میکنم. آب اضافه میکنم. من 3 گلاس آب اضافه کردم و حالا دال نخود میندازم. 1 گلاس البته از قبل متر کردم 1 گلاس.
سبزی که بسته میکنیم تا دانه خود نرم شود. دوستو دانه خود اما تقریبا 90% پخته شده. حالا کوفته رو اضافه میکنیم. قبل اینا گلوله کردیم و حالا داخل لوف اضافه میکنیم. تمام کوفته رو داخل دیگ اضافه کردیم و حالا سر دیگ به این اندازه میکسوریم. البته سرش مکمل سرپوش سرش بسته نمیکنیم به خاطر از اینکه کوفته خود باز میکنه. میبریم تا کمی کوفته خود بگیره و بعد از اون میشه که سرش بسته کنیم. چهار دندان سیری که کوفته بودیم من از رنده میکشم. تقریبا یک قاشق نمک به اضافه میکنم. به حالی سیر با چکه و نمک مخلوط میکنم. بسیار کم آب اضافه میکنم. به قدر کفایت میکنم. سرش بسته میکنیم. حالا بیاییم کوفته را کمکی شور میدیم. کمه خدا گرفته کوفته یعنی کمکی سخت شده. میمانیم که کوفته پخته شد و سر روغن بیاییم. فرمه را میبینیم. دوستو فرمه کاملا آماده است. سر روغن آماده. زیر اجاق خاموش میکنیم. حالا میخوایم که کندنه را آماده بسازیم. از قبل کندنه قسمی که من قبلا هم گفتم پاک شستم و ریزه کردم. ولی میخوایم که یک قاشق تخم گشنیز زیر اضافه بکنم. همچنان تقریبا دو قاشق نمک و به اندازه 4-5 قاشق غذاخوری روغن اضافه میکنم که کمی کندنه خود نرم بکنم. همچنان مقدار گشنیزی که گفته بودیم میرم اضافه میکنم. مواد مخلوط میکنم. نمک و تخم گشنیز و روغن یکم فشار میدیم که کندنه خود کمی نرم بکنم. بخاطر از اینکه اگر نرم نباشد پس در زمان پر کردن خمیر سوراخ میشه. گندنه به می اندازه نرمیش یعنی درست است. ما حال بخیر میریم که خمیره هموار بکنیم و آشک پر کنیم. دوستان نازکیش به می اندازه درست است. دیگه حالا ایرا اما برش میزنیم. قسمت های لب خمیره میگیرین. این طرف میکنیم.
و بندازی دل خواهیتان شما یکنم گرش میزنین ایره بالا یزی به این شکل میمونیم بالا لای دیگه خمیر که تمامش یک اندازه بیایید به این شکل پس دوباره ایره لایه لایه بالا یک دیگه قرار میدیم قسمت های اضافیش این طرف میکنیم و به این شکل برش میزنیم و به این شکل قسمتاشا دور میدیم آب جوش کده دوستو ولی داخلش نمک انداختیم دو قاشق حالا آهسته آهسته آشک را داخلش مندازیم آشک را داخل دیگ انداختیم ولی سر دیگ بسته میکنیم تا جوش بکنم دوباره البته پیش دیگ میپاشیم بخاطر از اینکه سرپوش را بسته کردیم سر نکنه و بشه یک کمی پشت پلو میکنیم که تمامش یک دست پخته شد قاشق پخته شد دوستو نوشت چکه میزنیم فکر میکنم اکثریت قاشق که یعنی به آب جوش داده شود که را زیادتر دوست دارم ما خودمان به می شکل یعنی قاشق که زدیک مطلوب پخته شود ما خودم دوست ندارم این قاشق را ترجیح میدم کفایت میکنم خودم چکلیش ولی کرمی که درست کردیم درش قرار میدیم درش کمی نانا پاش میدیم همچنان به خاطر تزیینش یک کمی گشنیز ریش پاش میدیم دوستا آشک کاملا آماده است قسم که شما هم در تصویر بیشتر دیدیم زمانی که من از داخل دیگ میکشیدم یعنی هیچ کدامش نشاریده بود دیگه به این شکل اگر نرمی خود خمیرش به این اندازه که من امروز گرفتم شما هم بگیرین من مطمئن هستم که از شما هم به می شکل می آیم خوبی بود برنامه امروز ما خدا کنه که مورد پسند شما قرار گرفته باشه تا برنامه بعدی
شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم.